سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. واحدهای بودجه ای توانستند تا 52% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. مسئولان در وزارت مالیه میگویند که در رابطه سوم سال مالی قرار دارند و از جمع بودجه انکشافی تا اکنون 52% آن مصرف شده است. آگاهان اقتصادی این رقم مصرف بودجه انکشافی را کم می‌دانند. سقف کل بودجه افغانستان در سال 1398 399 میلیارد افغانی است و از این جمله 124 میلیارد افغانی بودجه انکشافی است. اکنون در رابطه سوم سال مالی قرار داریم. وزارت مالیه میگوید که واحدهای بودجوی توانستند تا 52% این بودجه را به مصرف برسانند. در این میان وزارت مخابرات 6.61، وزارت دفاع 11.45، وزارت تحصیلات عالی 15.70، وزارت صنعت و تجارت 23.52، وزارت معادن و پترولیم 25، وزارت ترانسپورت 26، وزارت معارف 38.90، وزارت داخله 38، وزارت زراعت 42، وزارت سعادت 46 و وزارت اطلاعات و فرهنگ 46% از جمله وزارت هایند که زیر 50% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند. مصرف بودجه انکشافی سال مالی 1398 الی اکنون در حدود 52% است و مصرف بودجه عادی حکومت در سال مالی 1398 الی اکنون 60% می باشد. آگاهان می گویند که بروکراسی و نبود ظرفیت در ادارات باعث شده است تا واحدهای بودجوی نتوانند بودجه انکشافیشان را مصرف کنند. چارواکی په هغه اندازې سره چې تخصص لري په اړوند برخه کې په پرغه اساس باندې نه دی مقرر شوی. دوهم اداري بوروکراسي هم یو علت ده چې دوی په خشن سره نشي کېدلی چې بودجه مصرف شي. اما د بودجې مصرف دا د خلکو په ژوند پورې مستقیمه اغیزه لري، ښه کولی او خرابولی شي، که نشي خرابولی شي او که ښه کولی شي. آگاهان میگویند که حکومت باید در مصرف بودجه انکشافی توجه جدی کند. سرمایه گذاران ایرانی علاقمند سرمایه گذاری مشترک در افغانستانند. آنان میگویند که فرصت های زیاد سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد و حکومت های دو کشور نیز باید در این زمینه کار کنند. برخی سرمایه گذاران ایرانی میگویند که اگر حکومت های دو کشور سهولت هایی را ایجاد کنند، آنان آزرند تا با بازرگانان افغان در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری مشترک کنند. به گفته این بازرگانان، سکتور خصوصی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان است و حکومت‌ها باید زمینه آن را مهیا سازند. با توجه به ضرورت توسعه زیرساخت‌ها خصوصاً در حوزه آی‌تی یا به قول افغانستانی‌ها تکنولوژی معلوماتی و دانش شرکت‌های ایرانی و همچنین تجربهشون در حوزه‌های مختلف طراحی و تولید محصولات زمینه بسیار مساعد هست. سرمایه گذاری خیلی آسون هست تو افغانستان و خیلی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که تو کشورهای دیگه هستش ما اینجا نداریم و خیلی خود شرکت ما الان خیلی علاقه‌مند هست که بتونه اینجا دفتری داشته باشه. سفیر ایران در افغانستان میگوید که حکومت‌های افغانستان و ایران در تلاشند تا بیلانس بازرگانی میان دو کشور را متوازن سازند و ایران تصمیم دارد تا به بازرگانان افغان تعرفه‌های ترجیحی بدهد. این عدم توازنی که الان وجود داره رو کاهش بدیم. در این زمینه گفتگوهای با وزارت تجارت صورت گرفته و ما امیدواریم که بتونیم در تعامل با وزارت تجارت برای بخت تعدادی از کالاهای افغانستان برای اینکه این مقدار کمک کننده باشه رفتار ما تعرفه‌های ترجیحی در نظر بگیریم. آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان باید با تمام کشورهای همسایه روابط خوب بازرگانی داشته باشد اما اتکای کامل به هیچ کشور نکند. ادامه درگیری‌های اخیر در بخش‌های از ولایت‌های شمال و شمال شرقی کشور باشندگان را دچار مشکل جدی ساخته است. مسدود ماندن بزرگراه‌های کابل شمال در ولایت بغلان و دست به دست شدن دست کم 8 ولسوالی در جریان چند روز گذشته نگرانی های باشندگان را در پی داشته است. در تازه ترین مورد
ولسوالی های ینگی قلعه و درقد به دست طالبان افتاده است. پس از حمله طالبان به شهر کندوز، این گروه به شهر پلخمری نیز حمله کردند و بخشای را در اداره خود آوردند. بیش از 10 روز می شود که بزرگراه کابل شمال در ولایت بغلان مسدود است. درگیری در حال حاضر میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در حومه های شهر پلخمری ادامه دارد. حالا در حومه های شهر خط اول است و مردم کاملا در شهر پلخمری در ولایت بغلان به قسم محاصره قرار دارند. آن سوی دیگر ولسوالی های ماورای کوکچه در تخار نیز شاهد درگیری های شدید است. ولسوالی ینگی قلعه شب سه‌شنبه و ولسوالی درقد صبح سه‌شنبه به دست مخالفان افتاده است. ینگی قلعه شب گذشته بعضی ساعات مرکزیش تحت تصرف مخالفین مثلا درآمد و در قدم یک تعداد مو مناطق مرکزیشان برای فعلا تحت تسلط مخالفین است، ولی ما نیروهای امنیتی را به قدر کافی به اونجا استقامت دادیم. نبودن یک برنامه و یک پلان وسیع و همه جانبه باعث این شد که آهسته آهسته تحرکات طالبان بیشتر شود. در ولایت کندوز نیز از 4 روز به این سو ولسوالی های دشت ارچی، خان‌آباد و قلعه ایزال بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی دست به دست شدند و وضعیت قسمت های دیگر این ولایت نیز قناعت بخش نیست. داخل شهر کندوز فعلاً تقریبا در محاصره بسیار تنگ وطن قرار داریم و حس و محاصره ولایت کندوز و وزیگس و سقوط ولسوالی های سگانه. ولایت های فرا، غزنی، بدخشان، جوزجان، سرپل، فاریاب و شمار از ولایت های دیگر نیز شاهد درگیری ها میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی می باشند. مسئولان حکومتی میگویند که محصولات زراعتی میتواند باعث رشد اقتصادی کشور شود. با گفته آنان، به زودی رئیس جمهور فرمان صادر میکند که بر اساس آن جلو قاچاق جلغوزه و پسته گرفته خواهد شد. با این حال، بازرگانان میگویند تا زمانی که سرمایه گذاری روی کشاورزی افزایش نیابد، کشور برای صادراتی شدن پیشرفت مناسب نخواهد داشت. معاون اداره امور میگوید که حکومت در 4 سال گذشته در بخش های اقتصادی به ویژه کشاورزی پیشرفت های خوبی داشته است. وی می افزاید که بازرگانان و باغداران جلغوزه و پسته از ولایت های مختلف به کابل آمدند تا طرحی را به رئیس جمهور ارائه کنند که به اساس آن این دو میوه افغانستان به بازارهای جهانی راه پیدا کنند. در زور به جناب رئیس جمهور صاحب لخوا یه حکم صادر شد چې د جلغوزه او پسته په قاچاق به جدي بندیز ولګیږي، او دا هغه څه دی چې زموږ تجارانو ته زمینه مساعدوي. مسئولان در وزارت زراعت و مالداری نیز میگوید که سال گذشته میلادی نزدیک به 30,000 تن جلغوزه صادر شده است و به سطح کشور 44 هکتار زمین جلغوزه وجود دارد و 6 میلیون نهال جدید نیز از سوی این وزارت غرس می شود. منګم کولای سو چې دې محصول په تولید کې د کرنې وزارت له ادرسه په غو ولایتونو کې چې جلغوزه او پسته کرل کیږي او خپل هلې ځلې نور هم ګړندې کو. 4 سال گذشته امروز ما و شما شاهد هستیم. مردم افغانستان حتما با ما هم نظر هستند، بل خصوص سکتور خصوصی که امروز افغانستان اگر افغانستان وارداتی نه بلکه افغانستان صادراتی است. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز میگویند که در 18 سال گذشته نزدیک به 5 میلیارد دلار در بخش های مختلف سرمایه گذاری شده است، اما سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار کم است. ما سر اسناد را سدی دوستان 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری سکتور خصوصی په افغانستان کې کړی. زیت بدبختانه د ساختمان په برخه کې، د خدماتو په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، دا وایي لنور په برخه کې او همدارنګه یو څه د تولید په برخه کې، مګر د زراعت په برخه کې چې ډیره حیاتي و منګه هیڅ و نه کړ. مسئولان اداره امور میگویند که برای رشد تولید پسته و جلغوزه یک راهکار را ایجاد خواهند کرد و
و در کنار آن چالش های نیز مشخص خواهد شد که در این بخش وجود دارد. وزارت زراعت و مالداری از افزایش محصولات انگور خبر داده است. مسئولین در این وزارت گفتند که محصولات انگور نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته و ابراز امیدواری می کنند که این رقم در سال روان 50% افزایش خواهد داشت. از سوی هم شماری از باغداران خواهان همکاری حکومت در بخش بازاریابی برای محصولاتشان هستند. شمار از باغداران از افزایش محصولات انگور نسبت به سال گذشته در سال روان خوشبینند. آنان میگویند حکومت باید در بخش بازاریابی برای محصولاتشان همکاری کند. خواهشمندیم که زمینه بازاریابی به خارج از افغانستان برای ما آماده بسازد تا بتوانیم محصولات باغداری خود را به نوع احسن به فروش برسانیم. کشتالی نیه و در قسمت انگور هم شما میبینیم بسیار یک انگورای بسیار با کیفیت خوبی سطح بالایی داره. وزارت زراعت و مالداری میگوید سال گذشته محصولات انگور به 1 میلیون متریک تن میرسید که این رقم در سال روان ممکنه 50% افزایش خواهد کرد. فعلا صادرات ما به شکل عادی به پاکستان، هندوستان، کشورهای منطقه از طریق دهلیز هوایی ادامه داره. بزرگترین مارکت انگور افغانستان پاکستان است که امسال با کدام چالش خاص تا فعلا صادرات ما روبرو نشده و شکل عادی ادامه داره. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع میگوید تا کنون نزدیک به 1 میلیون متریک تن انگور به کشورهای خارجی صادر شده است که تا آخر فصل روان این رقم افزایش خواهد کرد. تقریبا اضافه در 1 لک تن مر تن انگور صادرات لرو نور شان که پرواچ الو بالو شفتالو گرینگیچ دا شان که پرواچ ولی دا زمر ټول حاصلات دومره ندی که زمر حاصلات یو څه انگور چې دغه سمر کشمش جوړو هغه پات دی چې د غو صادرات په ورسته شروع کیږي نو زه انځر ورسته شروع کیږي. گفته می شود در سال روان در 16 ولایت محصولات انگور افزایش یافته است و حکومت تا حد نتوانسته تا در بخش بازاریابی به این همکاری کند. وزارت معدن و پترولیم 5 قرارداد استخراج سنگ کرومایت را با شرکت‌های داخلی به امضا رساند. مسئولان در وزارت معدن می‌گویند بر اساس این قراردادها نزدیک به 20 میلیون دلار در بخش استخراج سنگ کرومایت هزینه خواهد شد. این مسئولان تأکید می‌کنند که هنوز هم سنگ کرومایت به بیرون از کشور قاچاق می‌شود و حکومت در جلوگیری آن ناکام ماند. وزارت معادن و پترولیم 5 قرارداد استخراج سنگ کرومایت را به ارزش نزدیک به 20 میلیون دلار با شرکت‌های داخلی به امضا رساند. این معادن در ولایت‌های کابل، پروان، لوگر و میدانبردک موقعیت دارند. مسئولان در وزارت معادن تایید می‌کنند که هنوز هم سنگ کرومایت به کشورهای بیرونی قاچاق می‌شود و حکومت در جلوگیری آن عاجز مانده است. به گفته آنان جلو استخراج غیر قانونی معدن را خواهند گرفت. ساحاتی که فعالیت‌های معدنکاری غیر قانونی صورت می‌گیرد، ما نظر به قانون جدید معدن تای مراحل بکنیم و فعالیت‌هایشان را قانونمند بسازیم. شرکت‌هایی که این قراردادها را به دست آوردند می‌گویند شمار از مناطقی که در آن معدن وجود دارد زیر اداره مخالفین مسلح حکومت قرار دارند و در شمار مناطق دیگر زورمندان محلی از شرکت‌ها باجگیری می‌کنند. چالش های بسیار بزرگ و زیادی که شرکت ها دارن مشکلات امنیتی در ساحات، چون در اکثر ساحات تحت کنترل دولت البته بعضی جای هست و بعضی هم نیست. در نقاطی که جنگ وجود داره کار بسیار مشکل است. به گفته مسئولان در وزارت معادن، بر اساس قانون جدید معادن به سکتور خصوصی سهولت‌های بیشتر ایجاد شده و تمامی قراردادهایی که پیش از این امضا شده است از نگاه حقوقی و تکنیکی بازنگری خواهد شد. مسئولان در وزارت ترانسپورت میگویند تا حال سیستم های معیاری در سکتور ترانسپورت وجود ندارد. به گفته آنان تلاش ها جریان دارد تا خدمات اداری ترانسپورتی با همکاری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به شکل برقی صورت گیرد.
و باور آنان با عملی شدن این برنامه عواید افزایش خواهد یافت. وزارت ترانسپورت برای ارائه خدمات اداری برقی در توزیع جواز رانندگی و جواز سیر تفاهم نامه ای را با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امضا کرد. با گفته وزیر ترانسپورت با عملی شدن این برنامه در کارهای این وزارت شفافیت به میان خواهد آمد و عواید افزایش خواهد یافت. سیستم سازی جدا از این که بسیار کمک میکنه ما را در ارائه خدمات آسانتر و سهلتر برای شهروندان ما، و همونطور که وزیر صاحب گفتن از بود شفافیت و مبارزه با فساد اهمیت بسیار بسزایی داره. به طور مثال خدمتتون عرض کنم، عوایدی که از توزیع جوازها برای دولت باید جمع آوری شود بر اساس این سیستم بنمد به مراتب شفافتر خواهد بود. مسئولان در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند که تلاش دارند تا ارائه خدمات برقی را در نهادهای دولتی وسیع سازند. آنان میافزایند که در آینده نزدیک روند توزیع جواز رانندگی و جواز سیر برقی اراده ها آغاز خواهد شد. امروز وقت پروسه ها ساده میشه، پروسه ها آسان میشه، دیگه ضرورت به این نمیشه که کس به کس رشوت بده خود نخواسته یا کس به کس مراجعه بکنه به خاطر انجام کارش، تمام پروسه ها ساده و شفاف میشه. وزارت ترانسپورت تاکید دارد که به زودی برای ارائه خدمات معیاری ترانسپورتی اقدام های دیگری را نیز عملی خواهند کرد و به همین منظور سرمایه گذاری های تازه نیز انجام خواهد شد. مسئولان در اتاق مادن و صنایع میگویند که با گذشت نزدیک به 2 دهه از نظام جدید هنوز هم برای رشد صنعت قالین توجه جدی نشده است. با گفته آنان این صنعت با گذشت هر روز در حال کم شدن است و حکومت هم هیچ اقدامی نمی کند. وزارت صنعت و تجارت میگوید که به زودی زیربناها برای صنعت قالین ایجاد می شود. صنعت قالین سابقه ترین صنعت در افغانستان است، اما نگرانی از این وجود دارد که این صنعت در حال نابودی است و حکومت هم توجه چندانی به آن ندارد. مسئولان در اتاق معادن و صنایع میگویند که بافت قالین در کشور در سال به 60,000 متر کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد. متاسفانه در سکتور قالین ما پارک های صنعتی مشخص و حمایت های واضح صورت نگرفته. اگر در این راستا با حمایت‌های جدی دولت و پارک‌های صنعتی مشخص برای صنایع قالین افغانستان، حداقل وضعیت قالین، صنعت قالین ما از ایالت بهتر خواهد شد. اتحادیه تولید کنندگان قالین نیز میگویند که حکومت در این مورد هیچ کاری نکرده است و جای قالین افغانستان را در جهان اکنون قالین هندی از آن خود کرده است. صنعت قالین از اگر قسمی که تا حالی را توجه نشده و همین قسم دوام پیدا کنه دیگه، هر سال از 20-30% کاهش و بالاخره حتما سقوط میکنند و توجه جدی به زیربناهای قالین یا به مارکت های بین المللی توجه نشده. وزارت صنعت و تجارت میپذیرد که در این بخش مشکلاتی وجود دارد، اما به زودی در رفع آن اقدام صورت میگیرد. در بخش زیربنای خوشبختانه ما اولویت دادیم برای سکتور قالین در پارک های صنعتی که شهرک های مشخص و جداگانه ازشان بد نظر گرفتیم. صنعتکاران قالین هشدار میدهند که اگر مشکلات موجود در برابر این صنعت حل نشود، شاید تولید قالین به صفر برسد. خب بیننده های عزیز، این بود مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.